خب در ادامه بحث رویکردهای سنتی و نوین یک مفهومی رو ما داریم به اسم رویکرد 5P در تعریف استراتژی. این رویکرد 5P میاد چی رو مطرح میکنه؟ پی. از 5 تا پی میاد. میگه که بیا استراتژی رو به عنوان یک برنامه ببین، به عنوان یک پلن ببین. 2. بیا این استراتژی رو به عنوان یک حقه ببینید. یعنی چی؟ ببینید ما خیلی وقتها توی بحث‌های مدیریت استراتژیک شما یه سری رقیب دارین که با این رقبایی که دارید اتفاقی که میفته این هستش که با این رقبا تو فضای رقابتیت کامل یهو میاین و اگر با مفاهیم گیم تئوری آشنا باشید میاین استراتژی‌های این رقبا رو از طریق یک حقه‌ای اصلا اون بار منفیشو نگاه نکنید. حقه به معنای یک زرنگی توی بحث استراتژیه. شما میتونید از طریق روش‌های گیم تئوری تصمیم‌گیری‌هایی رو بر مبنای بازی‌ها انجام بدید. یعنی انگار که دارید به عنوان یک حقه نگاه می‌کنید. استراتژی به عنوان یک الگو. یعنی چی؟ این برای سازمان‌های پسروه خیلی استفاده میشه. که اینا میان یک الگویی رو دارن از استراتژی، این الگوها رو که معمولاً از سازمان‌های پیشرو هم گرفتن. مثلا فرض کنید میبینن که نگاه میکنن ببینن اونا توی بحث مثلا مارکتینگشون، بازاریابیشون چه الگویی رو برای مدیریت بازاریابی استراتژیک بازاریابیشون دارن، همون رو به عنوان الگو استفاده میکنن. استراتژی به عنوان یک پوزیشن، به عنوان یک جایگاه برای کدوم سازمان ها معمولا خیلی مطرح میشه؟ برای سازمان های پیشرو از پوزیشن استفاده میکنن. یعنی چی؟ برند دارن. الان مثلا ما که داریم تو ایران زندگی میکنیم هر کدوم میخوایم با هم صحبت بکنیم، مثلا من از شما میپرسم که من میخوام یه دونه یخچال بخرم، چه مارکی رو به من پیشنهاد میکنید؟ آیفون در دنیا، گوشی میخوام بخرم، چی بخرم؟ اگه میتونی آیفون بخر. حالا اینکه تو بحث‌های استراتژی بازاریابی در مورد اینکه ما ارزش‌های قیمتی داریم توی اون درس صحبت میشه، ولی منظورم اینجا این هستش که استراتژی به عنوان یک برند یا جایگاه استفاده میشه. یعنی شرکت آیفون میبینه که مردم دارن این گوشی رو میخرن. برند داره. به خاطر پوزیشن و برندش دارن میخرن. حالا چیکار میکنه؟ استراتژیش چیه در ادامه دوستان؟ میاد تو مدل‌های جدید این کارو کرده. اکسسوری‌هاشو یکی یکی حذف میکنه. هدفش چیه از این استراتژی؟ این استراتژی کاهش هزینه میخواد انجام بده. ببینید اگر مثلا شما یک شرکتی مثل هاوی رو در نظر بگیرید، معمولا از این استراتژی که بیاد اکسسوریا رو حذف کنه استفاده نمیکنه. چرا؟ چون اون برند رو نداره، اون جایگاه رو نداره. اپل میتونه این کار رو انجام بده چون اون پوزیشن برند سازمانی اون جایگاه رو داره و مطمئنه که با حذف اکسسوری ها مثلا استراتژی به عنوان جایگاه میتونه ازش استفاده بکنه. استراتژی به عنوان دیدگاه، نگرش. توی یک سری از سازمان ها هستن که عقاید سازمان مهمه. یعنی اینا میان میگن که ما استراتژی رو استفاده میکنیم واسه اینکه استراتژی باید استفاده بکنیم. یعنی نگرش سازمانی داره اینا رو به اونجا میبره. خب استراتژی به عنوان پلن. خب بذار بیشتر در موردش صحبت کنیم. کلمه رو نگاه کنید. برنامه یعنی استراتژی سنتی. یعنی یک طرح و نقشه. کلمه رو نگاه کنید دوستان، اینجا از پیش تعیین شده. اگه خاطرتون باشه ما چند تا اسلاید قبل که داشتیم با هم صحبت می‌کردیم گفتیم که استراتژی پیشبینی باید بکنه. پس بنابراین ما وقتی در مورد استراتژی داریم صحبت می‌کنیم یک طرح و نقشه از پیش تعیین شده توسط سازمان برای پیشبینی. احتمالاً کتاب‌های مدیریت استراتژیک که توی ایران وجود داره رو اگر نگاه بکنید اسم اینا رو خیلی دیدید. آقای پیرس رابینسون و کتاب فرد آر دیوید. بعضا توی دانشگاه هم هنوز داره تدریس میشه. ایرادی که خیلی‌ها به این کتاب‌ها میگیرن چیه؟ میگن کتاب‌ها قدیمیه. قدیمیه یعنی چیه دوستان؟ یعنی رویکرد سنتی. اما یه نکته دقت کنید. من تا وقتی رویکرد سنتی رو نشناسم، یعنی رویکرد چارچوبدار رو نشناسم، که نمیتونم برم سراغ رویکرد نوین که انقدر شرایط سخت‌تری داره، انقدر با عدم قطعیت طرف هستش. واسه اینه که وقتی تو سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد میخوان بیان و در مورد مفاهیم مدیریت استراتژیک صحبت بکنن، معمولاً سراغ این دوتا کتاب میرن. کتاب رابینسون، کتاب فرد آر دیوید. که حالا کتاب رابینسون مثال‌های بیشتری داره ولی مثلا مطالب رو بیشتر گفته، یعنی هر کدوم نسبت به اون یکی مزیتی داره. اما اگر میخواین رویکرد سنتی رو بهتر یاد بگیرید، این دو کتاب‌های خوبی هستن. مخصوصا اگر بتونید مثلا کتاب‌های اصلی رو بخونید، این کتاب‌ها کتاب‌های بسیار خوبی هستن. این میشه رویکرد سنتی. استراتژی رایج توی ایران رویکرد سنتی هستش. چرا؟ چون معمولا ما سازمان‌هایی که تو ایران داریم، سازمان‌های بوروکراتن. یعنی سازمان‌هایی هستن که خیلی تغییرات رو نمی‌بینن. ضعف این دیدگاه. تغییرات مداوم محیط بیرونی و حتی تغییرات داخل سازمان تو این دیدگاه قابل دیدن و لحاظ شدن نیست. چرا قابل لحاظ شدن نیست دوستان؟ به خاطر این قابل لحاظ شدن نیست که برنامه‌ریزی چارچوب از اینجا برو اینجا، از اینجا برو اینجا، اینجا اینجا اینجا، پس بنابراین تغییرات نمیتونه توش لحاظ شه. دو، استراتژی به عنوان حقه یعنی چی؟ یادتونه دیگه در مورد 5 تا پی با هم صحبت کردیم. دومیش به عنوان حقه، ببینید شما فعالیت میکنید در محیط رقابت همراه با رقبا. بیاین در مورد این کلمه همراه با هم صحبت کنیم. همه ما توی شهرمون که میریم تو خیابون‌های مختلف، احتمالاً یه سری قسمت‌ها رو دیدید به اسم اتحادیه‌های این صنف، اتحادیه‌های کارگری این صنف. آیا تا حالا دوستان با خودتون فکر کردید مگه اینا رقیب هم نیستن؟ تولید کننده های پوشاک مگه رقیب هم نیستن؟ پس قضیه اتحادیه چیه؟ داستانی که وجود داره اینه که ما گروه‌های استراتژیک باید تشکیل بدیم با رقبامون. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یه جاهایی وقتی منافع مشترک وسطه، همه میچسبیم به هم، همه رقیب‌ها حرکت میکنیم در راستای اون هدف استراتژیکمون، منفعت مشترکمون. همه با هم شروع می‌کنیم همدست شدن، یه حرفو زدن. واسه این همراهی منظورم اینجا اینه که همه برسیم به اون هدف مشترک. تلاش می‌کنیم واسه یک هدف مشترک. یعنی کلمون انگار میشیم یه سازمان، میشیم صنعت پوشاک. بعد از این که به اون هدف رسیدیم، حواسمون هست ما رقبای همیم، دوباره از هم دور میشیم و میریم تو فضای رقابتی با هم. حواسمون باید باشه. وقتی که همراه هستیم با هم، افشای اهداف و مقاصد نباید اتفاق بیفته. خب سوال، افشای اهداف و مقاصد چجوری ممکنه اتفاق بیفته؟ یک، راهش اینه. مثلا دیتابیس سازمانی، اطلاعات سازمانی، اون حد از امنیت که باید داشته باشه رو نداشته. و شاید دیگه مثلا اطلاعات مالی سازمان هک میشه. اما یه ایراد بسیار مهمی که وجود داره، یعنی یکی از علل اساسی که کارهایی که ما میخوایم بکنیم توی یک صنعتی واسه رقبا مشخص میشه، نه از منابع تکنولوژیکی مونه، از منابع انسانی مونه. یعنی چی؟ ببینید دوستان، من یه کارمندی دارم، یه کارمند جایی هستم، 5 سال دارم براشون کار میکنم. سازمان اون انگیزه لازم رو در من ایجاد نکرده. من تعلق سازمانی ندارم. من یه چیزی از سازمانم بفهمم، حتی تو بحث‌های غیر رسمی واسه دیگران مطرح میکنم. چرا؟ تعهد سازمانی. اصلا فرهنگ سازمانی که به من یاد بده که سازمان مثل خانواده توه. وقتی ازش میری بیرون نباید چیزی رو واسه کسی تعریف بکنی ازش. برای من جا نیفتاده. خیلی بحث مدیریت استراتژیک بحث پیچیده‌ای هستش. ببین داره به کجا بحثو میبره، به سمت منابع انسانی. میگه میخوای موفق بشی، از استراتژی به عنوان یه حقه استفاده کنی. اون اهداف و مقاصد نباید واسه کسی مشخص بشه. خب چجوری این اتفاق میفته؟ منابع انسانی باید توش بیای، به چش سرمایه انسانی نگاه بکنی. یعنی چی؟ تعهد تعلق سازمانی درش ایجاد بکنی. خب سوال بعدی، چجوری تعهد سازمانی ایجاد بکنم؟ چجوری واسه این آدم تعلق سازمانی ایجاد کنم؟ عوامل انگیزشی به وجود بیار. عوامل انگیزشی یعنی چی؟ یعنی اون دو عاملی هرزبرگ رو مورد توجه قرار بده. امیدوارم با مفاهیم مدیریتی آشنا باشید. یعنی چی؟ یعنی که عوامل نارضایتی رو ازش دور کن، عوامل رضایت رو ببر به سمتش. خب اینا که میشه هزینه برای سازمان. ببین چقدر بحث ها به هم پیچیده میشه. واسه اینه که وقتی شما میخواین یک الگوی مدیریت استراتژیک واقعی توی سازمان ترسیم بکنید، خیلی خیلی کار سختی هستش. دو، اصلا منابع انسانی من از سازمان من میره. احتمالاً دیدید سازمان هایی که اهداف و مقاصدشون موقعی افشا میشه که منابع سازمانی اصلا دیگه لازم نیست تعهد تعلقی داشته باشه، منابع انسانی از سازمان رفته. چرا؟ ببینید دوستان ایراد کجاست. مدیر نگرانش اینه که کارمند واسه من مثل یه ماشینه، انقدر کارمند هست واسه من کار بکنه. ما دیدیم شنیدیم هممون چنین نظراتی رو توی مدیریت عالی سازمان. اتفاقی که میفته چیه؟ کارمندی که داره میره در اینجا، این کارمند یک منابع انسانی نیست که داره میره، یک سرمایه انسانی که داره میره. این آدم داره با خودش تجربه میبره، این آدم داره با خودش اطلاعات سازمان رو میبره. ممکنه این سوال برای من و شما اینجا ایجاد بشه. خب خیلی از ما برای موقعیت شغلی بهتر ممکنه سازمانمون رو ترک بکنیم، ایرادی نداره. اما اگر تعهد سازمانی یا تعلق سازمانی برای ما زیاد باشه، خیلی وقتها پیش میاد که شما حتی سازمانتون رو ترک کردید، ولی اصطلاح عامش این، انقدر سازمانتون رو دوست دارید که همه جا ازش خوب تعریف میکنید و میدونید که اینا امور داخلی سازمان شما، نباید برای کسی تعریف بکنید. برعکسش هم اتفاق میفته، یعنی سازمان ها میان به رقیباشون اطلاعات اشتباه میدن برای اینکه گمراه بکنن اونها رو از مقصد یا هدف اصلی که دارن. مثلا در نظر بگیرید شرکت خودروسازی یهو میاد کاری که انجام میده این هستش که میاد تبلیغات وسیع را میندازه از اینکه مثلا من میخوام این محصول رو بدم بیرون. شرکت رقیبش میاد چیکار میکنه؟ برای اینکه کم نیاره تمام منابعش رو میبره سراغ یک محصول جدید، از تولید محصول که رو خط تولید بوده فارغ میشه، بعد اون شرکت اول که از این حق استفاده کرده بوده چیکار میکنه؟ میاد تبلیغات میذاره، میاد پروموشن میذاره روی محصول که داشت تولید میکرد و به خاطر فروش بالای رقیبش داشت کم کم از بازار خارج میشد، گول میزنه. یعنی خیلی وقتا خود سازمان ها اطلاعات اشتباه میدن بیرون واسه اینکه رقبای خودشون رو گول بزنن. هدف چیه؟ فریب دشمن، فریب رقیبم. 3. اومدیم گفتیم استراتژی به عنوان یک الگو مطرح میشه، مثلا اون برنامه هست. ولی خاطرتون باشه وقتی ما در مورد الگو صحبت میکنیم معمولا الگومون رو داریم از یه جای دیگه میگیریم. یه سری دیدگاه وجود داره توی استراتژی به عنوان الگو و تصمیم‌های مدیر. در حقیقت نوعی سازگاریه. تو چی؟ توی رفتار واقعی و رفتار آپدیت شده بنگاه. یعنی انگار که مدیر عالی سازمان میاد برای ما چی تعریف میکنه؟ میاد یه الگو تعریف میکنه واسه اینکه به ما بگه همتون جهتگیری بکنید برید به سمت اونجا. اونجا کجاست؟ اونجا جایی هستش که مدیریت عالی توی سازمان از ما میخواد. به عنوان جایگاه، همون برند. یعنی استراتژی به عنوان جایگاه میاد موقعیت و جایگاه سازمان تو محیط رو میبینه، ازش استفاده میکنه. میاد میگه که محیط چی میخواد، من همون چیز رو از داخل سازمان بهش بدم. همین کاری که اپل داره با ما میکنه، همین کاری که آمازون داره با دنیا میکنه. یعنی تناسب هست بین محیط و اون چیزی که داره سازمان ارائه میکنه. حواسمون باید باشه وقتی که در مورد جایگاه داریم صحبت میکنیم، جایگاه بین رقبا دیگه. یعنی آیفون جایگاه خودش رو به عنوان برند اول مثلا موبایل پیدا کرد توی دنیا بین رقباش. نکته ای که مطرحه، پس ما باید حواسمون باشه که سازمان تو خلأ فعالیت نمیکنه. پس یک نکته ای تو برندسازی توی جایگاه هستش که رقبا کیان. 2. حواسمون باید باشه واسه اینکه این جایگاه، این برند رو حفظ بکنیم، درون سازمان داره چه اتفاقایی میفته. 5مین پی که آخرین پی بود، گفت استراتژی رو به عنوان یک دیدگاه نگاه بکن. ببینید دیدید بعضی سازمان‌ها اینطوریه، میگن ما هیچ رقیبی نداریم. همون بحثی که چند تا اسلاید قبل باهاتون داشتم. یعنی سازمان دقیق بیرون رو نمیشناسه. چرا دقیق بیرون رو نمیشناسه؟ به خاطر اینکه فکر میکنه بیرون خیلی ضعیفن، من خیلی قویم. این دیدگاه یا طرز نگاه سازمان از بیرون سازمان هستش که منو میبره به سمت اینکه محیط خیلی تغییر داره. دیدگاه من یعنی دیدگاه اینطوریه، دارم کوچکترین اتفاقات تو محیط رو میبینم، پس من میرم به سمت نوآوری و خلق محصولات جدید. یه پرانتز تو ذهنتون باز کنید. ممکنه شما این دیدگاه رو داشته باشید که من نیازمند نوآوری و خلق محصولات جدید هستم، اما نکته‌ای که مطرحه اینه، آیا منابع سازمانی به شما اجازه این نوآوری و خلق محصول جدید رو میده یا نه؟ منابع سازمانی یکیش چیه؟ انسان‌های درون سازمان هستن. پس اونایی که استراتژی رو به عنوان دیدگاه دارن استفاده میکنن، یعنی در حقیقت یک حرکتی از درون سازمان هستش که ناشی از ادراک مدیر عالی از بیرون سازمان. خب سوال اصلی، ما چجوری میتونیم تشخیص بدیم استراتژی‌های سازمان کدومن؟ 1. استنباط محقق. 2. خودگزارشی. ارزیابی بیرونی، شاخص‌های عینی که وجود داره. خب استنباط محقق، پس 4 تا گزینه هست که اینکه ما تشخیص بدیم استراتژی سازمان اصلا چیه. استنباط محقق یعنی چی؟ من میخوام ببینم استراتژی یه سازمان چی هستش. یعنی اینا اصلا برنامه‌ریزیشون واسه 5 سال بعدشون چطوریه. میام چیکار میکنم؟ دیتابیس سازمانی رو نگاه میکنم. یعنی اطلاعات در دسترس رو نگاه میکنم. من محقق. ببین چه اتفاقی داره میفته. من و شما میشیم یک تحلیلگر سیستم از خارج سازمان. میخوام بریم این سازمان رو بررسی کنیم. یک نکته رو دوستان خیلی خیلی خوب دقت بکنید. بعضاً سازمان‌ها تیم‌های استراتژیکشون بر اساس تیمیه که درون سازمانشون وجود داره. خب من و شما اگه 4 سال درون یک سازمان زندگی کنیم، کار کردن مثل زندگی کردن دیگه. خوبی‌ها و بدی‌هاشو نمی‌بینیم که حالا ما تو استراتژی بهش میگیم نقاط قوت، نقاط ضعف. ما اینا رو دیگه نمی‌بینیم. بنابراین پیش میاد، میخوام بگم این محقق کیه؟ پیش میاد که سازمان‌ها موقعی که به یک ایرادی برمیخورن، یک تحلیلگر سیستم، یک مدیر استراتژی، یک آسیب شناس از خارج سازمان میارن. اون محقق است. اما محقق میتونه درون سازمان هم باشه. یعنی اون کسی که رفته تشخیص استراتژی سازمان رو بده. محقق حالا چه درون سازمان چه بیرون سازمان یه راهینه. دیتابیس سازمانی رو نگاه بکنه. ببینه که اطلاعات در دسترس چیه. 2. معمولاً طبق اون چیزی که بهتون گفتم، اطلاعات محقق نسبت به سازمان از مدیران سازمانی ممکنه که بیشتر باشه. که این اتفاق میفته موقعی که شما مدیر استراتژی درون سازمانی باشید. همه ریز و بم‌های سازمان رو ممکنه بشناسید و گزارش دادید به مدیر سازمان. اینجور مواقع خوبه. اگه شما مدیر استراتژیک درون سازمانی و تمام سازمانت هم میشناسید، خیلی عالیه اگر که از اطلاعات در دسترس استفاده کنی، یعنی خودت استنباط کنی. نقطه ضعفش چیه؟ شما وقتی میای از اطلاعات در دسترس استفاده میکنی، یعنی دادهات کافی نیست. پس اگر میخوای یک استنباط قوی داشته باشی، باید دسترسی داشته باشی به داده‌های کافی. داده کافی یعنی چی؟ یعنی زمان، یعنی هزینه و. پس نقطه ضعفش اینه. چون میخوای بر اساس اطلاعات بیای، اصلا بحث استنباطه. میخوای استنباط بکنی، باید به داده‌های کافی دسترسی داشته باشی. ببینید پای محقق وسطه. یعنی پای کی وسطه؟ قضاوت انسانی. وقتی که پای قضاوت انسانی یعنی محقق میاد وسط، دلش میخواد که تحلیل و ارزیابیش بر اساس چی باشه؟ گرایش‌های شخصی خودش. شما ممکنه یک ارزیاب بسیار بسیار قوی که تمام خطاها رو میشناسه توی سازمان خودتون بیارید، ولی به عقل حواستون باشه دوستان، استنباط محقق یعنی قضاوت یک آدم. قضاوت یک آدم یعنی اینکه به هر حال گرایش‌ها و علایق خودش توی تصمیم گیری و تشخیص میاد وسط. دوم خودگزارشیه. خودگزارشی یعنی چی؟ یعنی من واسه اینکه تشخیص استراتژی تو سازمان رو بدم، باید خودگزارشی وجود داشته باشه. مثلا مدیر عالی سازمان میاد گزارش میده، میاد میگه که استراتژی که ما داریم تو سازمانمون استفاده میکنیم از طریق مثلا استراتژی افقیه. حالا بعد میرسیم به اینکه اینا چیه. ما برنامه‌ریزی اون برای 5 سال آیندهمون اینه. یعنی مدیر عالی میاد گزارش میده. خوبیش چیه؟ معمولاً یک شرحیه متناسب با واقعیت سازمان. خب به نظر بد نمیاد. خوبیش چیه؟ مزیتش میاد نظر افرادی که توی سازمان نقش تعیین کننده، نقش استراتژیک دارن رو مطرح میکنه. خب خوبه. به نظر میرسه خیلی خوبه. یعنی یه آدم از بیرون نیومده، یه آدمی درون سازمانم هستش. کدوم آدم؟ آدمایی که سازمان رو میشناسن، یک شرح متناسب با واقعیت سازمان دارن میدن. یعنی چی؟ یعنی آدمای تصمیم گیر، همون آدمایی که ریز و بم سازمان رو میشناسن. نقطه ضعفش کجاست؟ یه شرایط خاص داره دیگه. ببین بس خودگزارشیه. باید مدیرای شما همشون با هم یه گزارش رو بدن از سازمان. شما فرض کنید مثلا هیئت مدیرتون 5 تا عضو داره، از اینا می‌خواید گزارش بگیرید. اگه هر کسی بیاد یه حرفی رو بزنه، یعنی اجماع وجود نداشته باشه، یعنی همگرایی بین مدیرای من وجود نداشته باشه، روش خودگزارشی به درد نمیخوره واسه تشخیص استراتژی. ببینید دوستان، تو بحث خودگزارشی من الان از شما بپرسم، شما آدم صبوری هستید، دارید خودگزارشی انجام میدید دیگه، فکر میکنید میگید که آره من صبورم. چرا؟ به خاطر اینکه ما میایم یه چند تا خاطره خوبمون رو تو ذهنمون میاریم، بر اساس اونها تصمیم گیری میکنیم. و شما میید آزمون‌های روانشناسی مثل نئو دیسکو اینا رو میذارید، میبینید شما اصلا آدم صبوری نیست، برای این شغل مناسب نیستی. یعنی ما تو بحث خودگزارشی معمولا دنبال من مطلوبمونیم، نه دنبال من موجود. میگه که تمایل وجود داره تو بحث خودگزارشی که ما بریم به سمت استراتژی‌های برقصد سازمان. برقصد سازمان یعنی همون مطلوبا، نه استراتژی‌های تحقق یافته، یعنی اتفاقایی که افتاده، یعنی موجوده. برای چند ثانیه فکر بکنید، ما معمولا تو بحث خودگزارشی خوبه، مطلوبه، رویامون رو مطرح میکنیم، یعنی استراتژی مبتنی بر قصدمون رو مطرح میکنیم، نه اون چیزی که در واقع وجود داره. این ایراد اصلا خودگزارشیه. ایراد دیگه ای که داره این روش اینه، من میگم که ما این کارو کردیم، دارم گزارش میدم و میخوام تشخیص استراتژی سازمان بر اساس گزارش من انجام بشه. چه تایید عینی و بیرونی از من مدیر وجود داره که حرفی که دارم میزنم درست باشه، استراتژی که دارم میگم در واقع اتفاق افتاده باشه؟ چون بحث که فقط تدوین استراتژی که نیستش، که اجرا، ارزیابی، کنترل. یعنی اینو تو پرانتز تو ذهنتون داشته باشید، خودگزارشی موقعی خوبه که یه محققی از بیرون اون خودگزارشی رو تایید بکنه. خودگزارشی استفاده بسیار زیاد توی ایران داره. حتی شما تو مفاهیم مدیریت عملکرد، ارزیابی عملکرد که حالا تو دوره‌های 6 ماهه یا 1 ساله توی سازمان‌های ایران برگزار میشه و سازمان‌ها ملزم هستن که انجام بدن. اگر دقت بکنید میان من کارشناس رو موقعی که میخوان ارزیابی بکنن، کی منو ارزیابی میکنه؟ خودم، مدیرم. خودم دارم خود ارزیابی انجام میدم. استفاده بسیار زیادی توی ایران داره. سومین راهی که ما واسه تشخیص استراتژی داریم، ارزیابی بیرونیه. یعنی یک سری اکسپرت بیارن از بیرون سازمان. مثلا هیئت مدیره سازمان، هیئت امنای سازمان که داخل سازمان کار نمیکنن. رقیبا رو بیارن، تامین کننده ها، مشتری، توزیع کننده، یعنی تیم ما رو بیارن. مشاور بیارن، تحلیلگر بیارن. یه ارزیابی از بیرون سازمان. ایراد ضعفش چیه؟ این یک آدمی که از بیرون سازمان داره میاد، مثلا تیپیک ترین حالتش که خیلی هم استفاده میشه، مشاور یا تحلیلگری که از بیرون سازمان میاد، این آدم میاد فقط استراتژی های تحقق یافته رو میبینه، کاری نداره که ما برای بعدن چه برنامه ریختیم، میگه الان چی کار کردیم. این دقیقاً عکس روش خودگزارشیه. ایراد بعدی، از اطلاعاتی میاد استفاده میکنه که این اطلاعات ممکنه آپدیت نشده باشن. مثلا دیماه بهمن ماه، دی بهمن میاد ارزیابی استراتژی سازمان انجام میده که اصلا ببینه چقدر تحقق استراتژی اتفاق افتاده، بر اساس اطلاعات 6 ماهه، یعنی تا آخر شهریور رو داره میبینه. چون اگر دیتابیس‌های سازمان این مدلی باشن که 6 ماه به 6 ماه آپدیت بشن، حالا بر اساس میدونید دیگه سطح دسترسی که وجود داره، این تواتر آپدیت‌ها با هم تفاوت داره. ولی حالا فرض کنید اطلاعات کلان سازمان 6 ماه یه دفعه آپدیت بشن، این آدم نداره اطلاعات این 3 ماه گذشته رو، پس این نقطه ضعفش هستش. چهارمین روش، روش تشخیص استراتژی، شاخص‌های عینیه. این روش هم بسیار روش شایعه، یعنی کمی اندازه‌گیری می‌کنه. ما کلاً توی علم دو تا روش داریم دیگه، روش کمی، روش کیفی. چرا عموماً ما میریم سراغ روش کمی؟ چون راحت‌تر ارزیابی کردن، چون راحت‌تر تشخیص دادن. اگه خاطرتون باشه مدارس موقعی که سالهای قبل مدرسه میرفتیم نمره میدادن بهمون، 17 شدی، 18 شدی، 2 شدی، 20 شدی. بعد اومدن خوب، بعد عالی اینا کردن. همیشه سوال والدین این بوده که خوب شده یعنی چند شده؟ ببینید ما میگیم یه کسی قدش بلنده، بعد سوال واسه ما اینه بلند یعنی چند؟ یعنی بلندی که تو ذهن شماست با بلندی که تو ذهن منه با هم فرق داره. من اگه قدم 162 باشه یه آدم 175 سانتی متری واسه من بلنده، ولی اگه قد شما 190 باشه یه آدم زیر 2 متر برای شما بلند نیست دیگه. یعنی نگرشیه، کیفیا نگرشیان. روش تشخیص استراتژی از طریق داده‌های عینی یعنی داده واقعی، نه نگرشی. خب معلومه دیگه ایراد کجاست؟ مگه چند تا شاخص توی سازمان رو میشه واقعی کرد، میشه عدد کرد، از کیفی به کمی تبدیل کرد یا اصلا کمی دید؟ پس داده کافی برای تجزیه تحلیل وجود نداره. ایرادش این هست. روش‌های تصمیم گیری مدیریت استراتژیک، یک روش کارآفرینان است. یعنی من میگم بیام من واسه 5 سال آیندم که میخوام برنامه‌ریزی استراتژیک داشته باشم و قاعدتاً بعدش باید اجرا و کنترلم داشته باشم که بشه مدیریت استراتژیک، من اصلا تهاجمیم. میخوام یه کار جدید بکنم، کارآفرین باشم، پیشرو باشم تو صنعت، یعنی بالاترین اولویت رو داشته باشم، یعنی رقابت داشته باشم، یعنی نوآوری. 2. من تصمیم گیریم واسه بحث مدیریت استراتژیکم اینه که انطباقی عمل کنم. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد براتون، انطباقی یعنی چی؟ یعنی واکنش نشون بدم به مشکلات موجود. من نمیخوام به دل اتفاقات بزنم. همین مشکلاتی که هست رو من حل بکنم کفایت میکنه. یعنی جزء به جزء نگاه کنم، توالی داشته باشم تو کارم. یه نکته دقت کنید. چند تا روش دیگه هم در ادامه میگم. اینکه شما کدوم روش رو انتخاب میکنید بر اساس محیط سازمانی، بر اساس منابع سازمانی شماست. یعنی اینطوری نیستش که من بگم من از اسم روش کارآفرینانه خوشم میاد، من این کارو میکنم. نه، اصلاً باید تجزیه و تحلیل دقیق انجام بشه. روش سوم میگه من واسه اینکه مدیریت استراتژیک داشته باشم، تصمیم گیریش برام چطوریه؟ برنامه‌ریزی میکنم. تو بحث برنامه‌ریزی شما اطلاعات مناسب رو جمع می‌کنید و کم کم میرید به سمت یک تصمیم‌گیری منطقی. هر تصمیم‌گیری دوستان یه سری دام داره. یعنی من میام یه تصمیمی میگیرم، گول میخورم. دام واسم وجود داره. تو بحث مدیریت استراتژیک، تو بحث تصمیم‌گیری این داما کجاست؟ 1. منی که دارم برنامه‌ریزی استراتژیک انجام میدم، منی که دارم مدیریت استراتژیک انجام میدم، منی که دارم تدوین میکنم، قرار آینده رو ببینم، پیشبینی باید بکنم دیگه که بر اساس وضعیت مطلوب موجودم رو تغییر بدم. گرایش دارم، یه سری تمایلات دارم ناشی از شناخت و ادراک خودم. مثل چیا؟ پیش‌فرض‌های قبلی. مثل چی؟ امکان نداره ما توی کاری که میخوایم انجام بدیم موفق بشیم. پیش‌فرض قبلی من عدم موفقیته. استدلال میکنم از طریق قیاس. میگم اون شرکته نتونست این کارو بکنه، چطوری ما این کارو انجام میدیم؟ مقایسه میکنم. تعهد بیشتر از حد دارم. تحت هیچ شرایطی من نباید کارمندامو تعدیل بکنم. پس اصلا من نمیتونم که خط تولیدمو از نیمه اتوماتیک به اتوماتیک تبدیل کنم. تعهد داریم. اینا ناشی از گرایش‌های من تصمیم گیره. عمومیت میدم. یعنی چی؟ میگم هیچ کس تا حالا این کارو کرده موفق نبوده، پس ما هم موفق نمیشیم. اینا ببینید همش ناشی از نگرش اون تصمیم گیر است. همون کسی که مدیر استراتژیکه، همش میخواد همه چیز رو کنترل بکنه. دومین دامی که وجود داره تفکر گروهیه. یه سری آدم میشینن دور هم تصمیم گیری میکنن واسه اینکه مثلا 2 سال آینده، 5 سال آینده به کجا باید برسن، دیدگاه استراتژیکشون چیه. اینکه گرایشات و تمایلات فردی وجود داشته باشه یعنی یه آدم مدیر استراتژیکه. تو بحث تفکر گروهی خب به نظر میرسه دیگه اون قبلی‌ها باید کم کم حل بشه دیگه، چون طرف داره گروهی نگاه میکنه. پس ایرادش چیه؟ بحثی که وجود داره این هستش که تو بحث تفکر استراتژیک، تو بحث تفکر گروهی چند تا روش مختلف داره برای تصمیم گیری که حالا نمیدونم با مفاهیم تصمیم گیری آشنا هستی یا نه. مثلا تو بحث روش طوفان مغزی رو داریم، روش دلفی رو داریم، روش کارت رو داریم. من یکی از روش‌ها رو تو بحث تفکر گروهی الان بهتون میگم برای تصمیم گیری. روش طوفان مغزی، برین استورم، چه اتفاقی میفته؟ ببینید موضوع استراتژیک یک موضوع جدیده. خب جدید منظورم اینه که برای سازمان وقتی یک موضوعی رو به عنوان موضوع استراتژیک میاد مطرح میکنه یعنی یه اتفاقی قراره تو سازمان بیفته که تا الان نیفتاده. تغییر سازمانیه دیگه. پس میگه که من واسه اینکه یه نفر به صورت فردی تصمیم گیری نکنه، یک سری آدم میذارم کنار هم اینا تفکر گروهی انجام بدن. خب به نظر ایراده نداره، خیلی هم تفکر گروهیه، شیوه تفکر و تصمیم گیری قشنگیه. چرا نظرات همه آدما رو قرار ببینیم. ایرادش کجاست؟ ما 5 تا 10 تا آدم نشستیم دور هم و میخوایم بیایم تصمیم گیری بکنیم در مورد یک موضوعی که موضوع استراتژیک. ایراد اول، من نشستم به عنوان معاون منابع انسانی، روبرو مدیر منابع انسانی نشسته. عموما توی سازمان ها این سلسله مراتب ها توی صحبت کردن ها داره تاثیر میذاره دیگه. یعنی من منتظر میمونم هر چیزی که مدیرم بگه همون رو تایید بکنم. پس عملاً من ایده جدیدی ندادم. من تو تصمیم گیری عملا من خیلی دخالت نداشتم. 2. ممکنه یه آدمی باشه خیلی خوش صحبت باشه، این آدم بتونه ما رو توجیه بکنه واسه اینکه حرفش درسته، واسه اینکه اون پلنی که اون آدم میگه رو ما بیاین ببینیم. یعنی افرادی که معمولا خجالتی هستن، کم صحبت هستن، توی بحث تفکر گروهی که برسونه ما رو به بحث طوفان مغزی، معمولا دیدگاهاشون دیده نمیشه. یعنی انگار یک رفتن به سمت همون تفکر فردیه. حالا راه حل هایی که وجود داره واسه اینکه چجوری این مشکل رو برطرف کنیم، شما دوره های تصمیم گیری میتونید ببینید. ولی این مسئله که وجود داره اینه که تفکر گروهی هم خالی از ایراد نیست. خب بیایید مفهوم رو باز کنیم. گرایش ها و تمایلات شناختی و ادراکی که وجود داره. گرایش به پیش‌فرض ها، آدما با تجربه های مختلف. مسئله رو ما با تجربات قبلیمون می‌خوایم حل بکنیم. خب همون نتایج رو من میگیرم. پس دیگه استراتژی معنی نداره. من میخوام عقاید قبلی موهی بهش توجه کنم بر اساس شواهدی که وجود داره. دومیش چی بود ایرادی که وجود داشت؟ استدلال از طریق قیاس. یعنی شما یه استدلال ساده دارید موقعی که مسائل پیچیده رو دارید میبینید. تصمیم‌هامون تصمیم‌های ضعیفی هستش. تعهد بیش از حد. یعنی شما میایید تمام پولتون رو تخصیص میدید به یه پروژه، به یک آدم متعهد میکنید. پروژه حتی به شکست رسیده، باز شما باورش ندارید انقدر بهش متعهدید. میایید دوباره پول بهش تزریق میکنید، منابع بهش تزریق میکنید، تاکید میکنید برای اینکه این پروژه باید ادامه پیدا بکنه. عمومیت دادن به عنوان چهارمین بحثی که ما توی بحث گرایش ها و تمایلات شناختی داشتیم. یه نمونه کوچیک داریم، بس میدیم به یه نمونه بزرگ. میگه فلان سازمان نتونسته این کار رو انجام بده، پس هیچ کس دیگه ای نمیتونه. مثلا اتفاقی که میفته، چند تا جنگ اتفاق افتاده، بعدش رکود وجود داشته. ما میگیم هر جنگی که بیفته ما بعدش رکود رو داریم. نتیجه گیری دقیقاً همین میشه. توی بحث گرایش ها یه بحثی داشتیم، توهم کنترل. توهم کنترل یعنی چی؟ یعنی اینکه شما بیای کاری رو انجام بدی بدون اینکه پیش‌فرض ها رو ببینید. ما دیدیم توی سازمان هایی رو که یه سری از مدیرات بدون اینکه توجه بکنن که کارمندشون خودش کار میکنه یا نه، اقدام میکنن به کنترل بیش از حد. اون وقت یه کارمندی که خودش دائم داشته کار میکرده خسته میشه از این همه کنترل. یه مثال دیگه ای که از توهم کنترل وجود داره این هستش که آدما میان، گروهمون یعنی، میاد با یک آدم یا با یک سیاستی همراستا میشه. بعد میان هی اون مرحله رو میان کنترل میکنن. بحث تفکر گروهی که با هم خیلی در موردش صحبت کردیم، یه گروه انجام میده. متحد میشن در مورد یک سیاست خاص. خب خوبیش چیه؟ نتیجه میده. همشکلن. یعنی یه آدم یا یک سیاست خاص زیر سوال نمیره. اما بهتون گفتم ممکنه دلایل احساسی مثل خجالتی بودن یه آدم، مثل خوش صحبتی یه آدم همگام بکنه آدم ها رو. ایرادا رو چجوری برطرف بکنیم؟ روش های بهبود تصمیم گیری استراتژیک. 1. منتقد مدافع بیاریم تو سازمان. 2. پرسشگری گفتمانی انجام بدیم. منتقد مدافع چیه؟ ببینید ما معمولا تصمیم گیری ها تو سازمان ها توی سطح فردی انجام میشه. حالا ما اگه بیایم یه آدمی رو که مخالف عقاید استراتژیکه توی جمع جا بدیم، توی اون جمعی که همه به اجماع رسیدن، همه دارن یه حرفی رو میزنن، ما بیایم توی اون جمع یا گروه جاش بدیم، به خاطر اینکه این آدم وقتی که همه دارن دوچار تشابه میشن یهو یه تلنگری به گروه بزنه، بگه نه اینطوری نیستا، اینم ببینید. این باعث میشه تصمیم گیری استراتژیک بهبود پیدا کنه. اما یه نکته دقت کنید، این آدم منتقد نیومده که گروهی که دارن تصمیم گیری میکنن رو بپاشه از هم، اومده که بهبود بده. یعنی در عین منتقد بودن مدافعم هست. یعنی من منتقد مدافع میخوام یا مدافع متضاد. یعنی دوتا صفت نقد کردن و مدافع بودن رو با هم داشته باشه. این آدم به چه دردی میخوره؟ تعدیل میکنه، تغییر میده طرح اولیه رو، نمیذاره آدما خیلی هم شکل بشن. گفتیم دومین بحثی که مطرحه چیه؟ پرسشگری گفتمانی. پرسشگری گفتمانی چه اتفاقی میفته؟ یه گروه استراتژیک تو سازمان به یه نتیجه رسیدن، میگن باید این کار انجام بشه، موافق همه. شما یه گروه مخالف بردارین بیارین با اینا بحث بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه گروه مخالفه باعث میشن این مخالفا نقطه ضعف‌های نظر گروه موافقه دیده بشه. گروه موافق میگن ما این طرحمونه، طرح استراتژیکمونه، دلایلمون هم اینه. گروه مخالف میاد میگن که طرح شما این ایرادات رو داره. در نهایت چه اتفاقی میفته؟ یک طرح نهایی دیده میشه. از کجا اومده طرح نهایی؟ تجمیع نظراته. اونایی که بدا رو دیدن، اونایی که خوبا رو دیدن. خب ما روش‌های تصمیم‌گیری مدیریت استراتژیک رو که مطرح کردیم، گفتیم برای اینکه بهبود بدیم دو تا روش وجود داره. یک، منتقد مدافع، که روشی بود که ما بیام تو روش منتقد مدافع ما یک نفر رو از بیرون، یک آدمی که منتقد باشه رو می‌فرستیم داخل تیم. دو، پرسشگری گفتمانی بود که یک تیم موافق با یک طرح استراتژیک داشتیم، یک تیم مخالف اینا با هم صحبت می‌کردن. پس تو روش منتقد مدافع یک طرح کارشناسی اولیه وجود داره، یک نظری وجود داره. یک مدافعی وارد اون تیم تصمیم گیری میشه، یک سری انتقادات رو وارد میکنه و در نهایت تدوین طرح نهایی انجام میشه. توی پرسشگری گفتمانی یک طرح دارن گروه اول، سنتز. یک طرح دارن گروه دوم، گروه مخالف، آنتی سنتز. اینا میان با هم صحبت میکنن، یک مباحثه‌ای شکل میگیره و تدوین طرح نهایی. یک مطلب بسیار بسیار مهم تو مفاهیم استراتژیک، سطوح مدیریت استراتژیکه. اصلی ترین سطح یا بالاترین سطح توی سطح خود شرکت انجام میشه. پس سطح شرکت بالاترین یا اصلی ترین سطحه. سطحی که مدیر عامل وجود داره، بقیه مدیرای ارشد وجود دارن. جایی هستش که رسالت، اهداف، منابع، اینکه استراتژی چجوری نوشته بشه، اینکه استراتژی چجوری تدوین بشه، همش مال سطح عالی شرکته. دو، سطح کسب و کار. ببین ما شرکت هایی داریم مثلا شرکت های هولدینگ. این شرکت ها چند تا بیزینس دارن. یعنی خود سازمان یا شرکت، ما از کلمه شرکت به عنوان سازمان هم نام میبریم. خود سازمان یا شرکت خودش از چند تا بیزینس مختلف تشکیل شده. مثلا فرض کنید که بانک ها فعالیت اقتصادی بانکی رو انجام میدن، توی بورس هستن، ساخت و ساز انجام میدن و کارهای دیگه. اما دوستان یه نکته دقت کنید، این کسب و کارها تماما در راستای همین هدف سازمانی، هدف شرکتی دارن کار میکنن. یعنی میخوان برسن به قصد و نیت شرکت یا سازمان. یعنی همه اینا تحت کنترل همین شرکت هستن. سومین سطح وظیفه‌ایه. ببینید هر بیزینسی، هر کسب و کاری که داخل سازمان وجود داره، خودش از چند تا بخش به وجود اومده. منابع انسانی داره، تولید داره، بازاریابی داره، تحقیق توسعه داره، مالی داره. دوستان اینطوری تو ذهنتون بیاد ما یک دایره بزرگ داریم، سطح سازمانی مونه. اگه بخوایم به صورت یک شکل رسمش بکنیم، داخلش چند تا کسب و کار مختلف وجود داره و داخل هر کسب و کاری وظیفه‌های مختلف وجود داره. مثلا شما قسمت خدماتیتون ممکنه دیگه بخش تولید رو نداشته باشه، ممکنه بخش بازاریابی رو دیگه نداشته باشه، اما منابع انسانی قوی تری ممکنه داشته باشه. ما وقتی که در مورد سطوح مدیریت استراتژیک داریم صحبت می‌کنیم، به سطح سازمان، سطح کسب و کار و سطح وظیفه باید توجه بکنیم. نکته دوم، اگر سازمان شما، شرکت شما کوچیک باشه، تک کسب و کار است. یعنی سطح کسب و کار دیگه وجود نداره. مثلا فرض بکنید یک سوپرمارکت که داره فعالیت میکنه، عموما کسب و کارهای مختلفی نداره. همون شرکت، همون سازمان، همون مغازه برای خودش میشه تک کسب و کاره. اما اون آدم باید کارمنداشو کنترل بکنه، بازاریابیشو کنترل بکنه و همین شکلی که با هم صحبت کردیم. ما وقتی در مورد سطوح مدیریت استراتژیک داریم صحبت می‌کنیم، این سطح شرکت، سطح مؤسسه، سطح کلان. سطح واحد تجاری همون سطح بیزینس ها یا کسب و کارامونه. مثلا این شرکت درون خودش دو تا کسب و کار داره. واحد محصولات پلاستیکی رو ما داریم، واحد محصولات فلزی رو داریم. دو تا کسب و کار داره. تو سطح وظیفه‌ای برای خودشون مالی دارن، بازاریابی دارن، تولید دارن و آرندی. حالا اگر مثلا میگم شرکت شما خدماتی بود، این بخش تولید رو دیگه نداشت. نکته بعدی، رهبری استراتژیک چیه؟ کیه رهبر استراتژیکه؟ اصلا کلمه رهبری از کجا میاد؟ تو بحث‌های مدیریتی به ما یاد دادن رهبر یعنی یک آدمی که دوراندیشی داشته باشه، یک آدمی که ثبات داشته باشه. بحث استراتژیک بحث ثباته. این آدم میتونه رهبر استراتژیک باشه. رهبر استراتژیک یعنی آدمی که به سازمانش، به اون چیزی که میگه متعهد باشه. اطلاعات رو دریافت کنه. توانایی دریافت اطلاعات داشته باشه. یک ایراد بسیار مهم تو سازمان‌ها از اینجا میاد. من مدیر استراتژیک، من رهبر استراتژیک اومدم تدوین برنامه کردم، بسیار عالی. اصلا تو تدوین برنامه‌ام تفویض اختیار رو ندیدم. چرا؟ چون میترسم قدرت رو بدم دست بقیه. دیدی تو سازمان‌ها دیگه، حتی تو کارمندا چه مفاهیمی وجود داره که به همدیگه چیز یاد نمیدیم. چرا؟ به خاطر اینکه از دست دادن پست سازمانیمون میترسیم. خیلی وقتا سازمان‌ها به خاطر اینکه به کارمنداشون مطمئن نیستن تفویض اختیار رو نمیدن. یه رهبر استراتژیک باید زیرک سیاسی باشه. چشش ببینه بیرون از سازمان چه خبره. خب چند تا سوال وجود داره. استراتژی چیه؟ با تمام صحبتایی که کردیم استراتژی رو برای خودتون مطرح کنید. وقتی که در مورد نقاط قوت و ضعف برنامه‌ریزی استراتژی صحبت کنیم، دقیقاً در مورد چیا داریم حرف میزنیم؟ از گام استراتژیک چطوری من میتونم دوری بکنم؟ در مورد سطوح مدیریت استراتژیک من با یک مثال صحبت کردم. شما یه مثال دیگه تو ذهنتون بیارید. آیا سطوح مدیریت استراتژیک به هم ربط دارن یا اینکه نه از هم گسسته هستن؟ بسیار خوب، در ادامه میرسیم به اینکه رسالت سازمان و اهداف توی یک سازمان در حقیقت چیا هستن. رسالت سازمان چیه؟ ببینید هر سازمانی که به وجود میاد یک دلیل یا یک فلسفه وجودی داره. چرا به وجود اومده؟ دلیلی که نشون دهنده وجود سازمان هست در حقیقت همون رسالت سازمانه. در حقیقت همون فلسفه سازمانمون هستش. چیه؟ پیشنهاد میکنم بهتون بعد از اینکه این اسلاید رو گوش کردید برید توی شرکت‌های حالا ایرانی، خارجی، شرکت‌هایی که اسمشون براتون آشنا هستش، نگاه بکنید ببینید این شرکت‌ها رسالت سازمانیشون رو چی تعریف کردن. معمولاً یک تعهداتیه که سازمان به ذی‌نفعانش داره. مثلا تو حوزه کسب و کار میگه که منابع مزیت رقابتی من چیه؟ توجه به آینده داره. مثلا میگه که این سازمان قراره تو 5 سال آینده بیاد و به اینجا برسه. ما میخوایم اینقدر سود به دست بیاریم. ما فلسفمون اینه. ویژگی متمایز کننده ما از بقیه سازمان‌ها این هستش. ما چقدر آدم‌ها واسمون مهمن، ما چقدر کارکنان واسمون مهمن. اینا مواردی هستن که شما توی رسالت سازمان اسمشون رو میبینید. حالا اهداف سازمان چیه؟ ببینید دوستان، رسالت سازمان معمولاً یک ایده است. یعنی چی؟ یه حالت رویاگونه داره. یعنی من میگم که من میخوام بیام و بشم بزرگترین تولید کننده صنعت مثلا فولاد در خاورمیانه. هدف سازمان یادتون باشه، هدف یه چیز کمیه. سازمانی که من در موردش الان صحبت کردم میخواد بزرگترین تولید کننده فولاد در خاورمیانه بشه، اما میاد اینطوری مطرح میکنه تولید بیش از اینقدر تن فولاد در طول 5 سال آینده. یعنی مشخص میکنه چه چیزی چه زمانی. یعنی رسالت سازمانی معمولاً کیفی مطرح میشه، هدف سازمانی کمی شده یا همون رسالت کیفی سازمان است. یعنی نتایج کمی نهایی از فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده است. یه نکته دقت بکنید دوستان، ممکنه شما الان که میرید سایت سازمان‌های مختلف رو می‌بینید رسالت و اهدافشون رو اینطوری ننوشته باشن. اینا تعاریف آکادمیکیه که وجود داره و بعضا ما می‌بینیم که سازمان‌ها رسالت و اهداف خودشون رو اینطوری تعریف نمی‌کنن، ولی عملاً باید به این صورت تعریف بشه. تو سال 1996 از کسایی که اون اوایل اومدن بحث‌های مدیریت استراتژیک رو مطرح کردن، یکیشون آقای میلوردس بود. اومد گفتش که من توی رسالت سازمان تعهد سازمان به ذی‌نفعان رو باید ببینم، کسب و کار رو باید ببینم، منابع مزیت رقابتی، توجه به آینده رو باید ببینم. فردا دیوید که حالا یه خورده جدیدتر مال تقریبا 10 سال پیشن، اینا اومدن گفتن نه دیگه، من باید مشتری رو ببینم، محصول، بازار، تکنولوژی، توجه به بقا و سودآوری. یعنی یه خورده مفاهیم رو عمیق‌تر کردن. فلسفه، گفتم ما تو رسالتمون باید ویژگی متمایز کنندمون رو ببینیم. مردم از ما چه تصوری دارن؟ آیا ما به کارکنانمون توجه می‌کنیم یا نه؟ سوال اینه رسالت سازمان، اهداف سازمان از کجا دارن تاثیر می‌گیرن؟ از نوع سازمانی ما داره تاثیر می‌گیره. ما یه موقع یه سازمان داریم سازمان تک کسب و کاره، یه موقع یه سازمان دارید سازمان چند کسب و کاره. تک کسب و کار بودن یا چند کسب و کار بودن کاملا توی رسالت و اهداف سازمانی ما تاثیر میذاره. چطوری؟ یه سازمان رو در نظر بگیرید، سازمان تک کسب و کاره، خودشه و خودش، یعنی خودش تأمین کننده منابع است، خودش هم سود میبره، خودش میاد مشتریانش رو تعیین میکنه. یه سازمان تک کسب و کار خودش باید بیاد نیاز مشتریانش رو تأمین بکنه، خودش باید بیاد شایستگی‌های متمایزش رو بسازه. اما سازمان چند کسب و کاره چجوری رو رسالت و اهدافش تاثیر میذاره؟ من کسب و کار خودم به تنهایی تعیین کننده رسالت و اهداف سازمانی نیستم. حواسم باید باشه من فقط یه بیزینسم، یه کسب و کارم. یعنی رسالت من، اهداف من در سایه رسالت و اهداف کلان سازمانه. سطح شرکت مهمه. سطح شرکته که میاد سطح واحد تجاری رو مشخص میکنه. ببینید ما معمولا توی سازمان ها قبل از اینکه رسالت تعریف بکنیم، قبل از اینکه هدف تعیین بکنیم، یه چیزی داریم به اسم ویژن یا چشمانداز. چشمانداز رویای ماست. یعنی چی؟ جایگاه آتی سازمانه توی کسب و کاری. رویام، میخوام به اینجا برسم. یه آینده است که در عین رویا بودنش باید واقع گرایانه باشه. مثلا یه خودروسازی کوچیک توی دنیا رو در نظر بگیرید. میگه که من به عنوان بزرگترین خودروساز در دنیا میخوام باشم. ممکنه این رویا تو ذهن ما حتی بگیم چرا که نه، اما واقعیت اینه که فضا فضای رقابتیه. یه خودروسازی کوچیک که با فورد نمیتونه رقابت بکنه. پس یک چشمانداز من باید یک آینده رویاگونه باشه اما واقع گرایانه. حالا ما یک کلمه دیگه هم داریم به اسم مأموریت. مأموریت چی رو تعریف میکنه؟ وضعیت فعلی سازمان رو میگه. پس چشمانداز یا رسالت آینده سازمان رو میگه. مأموریت میگه ما تا الان چیکار کردیم. در عین حال که میاد یک تصویر مثبت از آینده رو ارائه میکنه. چشمانداز مناسب چه ویژگی هایی رو داره؟ یک، داینامیکه. باید تغییرات محیطی توش لحاظ بشه. دو، چشمانداز ننویسید با جملات طولانی که کسی که میخواد بخونه باید یه پاراگراف رو بخونه. چشمانداز کوتاه، ساده است، منحصر به فرد. چشماندازم و من واسه سازمانم از روی بقیه نمینویسم. چرا؟ چون رویای منه. باید در عین رویا بودن استاندارد هم باشه. در عین استاندارد بودن بلند پروازانه هم باشه. و یه جوری باشه که مشارکت همه آدم‌ها توش دخیل بشه.